در تورنمنت افغانای مقیم اروپا در رشته والیبال که در شهر کوی دانمارک در تاریخ 16 نوامبر 2013 برگزار شد، تیم مانانو از کشور نروژ به مقام سوم دست پیدا کردند و من موفق شدم که گفتگوی کوتاه با مربی تیم ترتیب بدم و نظر ایشان راجع به مقامی که به دست آوردن پرسان بکنم. ایشان اسپینگر شینواری است، یک جوان با استعداد و به طور یقین یکی از بازیکنان تاپ و برتر افغانهای مقیم اروپا در رشته والیبال می باشد. این نظر من نیست، بلکه کسان که در عرصه والیبال فعال هستند اونا هم به می عقیده هستند. در کویا ایشان نه تنها مربی بلکه سرپرست و بازیکن هم بودند و این را یادآوری بکنم که مسئولیت ایشان در همینجا خاتمه پیدا نمی کنه. اسپینگر ادمین و مؤسس صفحه جهانی والیبال افغانها در فیسبوک هم هست. با این کارشان ایجاد یک پلتفرم کردن که تمام بازیکنهای والیبال و علاقه‌مندان والیبال در جریان خبرها قرار بگیرن. میریم که مصاحبهشان رو گوش بدیم. امروز شما 6 بازی کردین، 4 بازی در مقدماتی و 2 تا در سیمی فینال و فقط یک باخت داشتین و مقام سوم به دست آوردین. خودت از این مقام راضی هستی یا چی فکر میکنی برای؟ اول که سلام بر شما، سلام بر کسی که برگزار کرده این تورنمنت، بسیار زیاد تشکری میکنم از پیششان به خاطر از اینکه یک زمینه ای را مساعد میکنه که کل افغان ها یک جای میشیم. یک کار بسیار خوب است، از مختلف کشورها میایم، از نروژ، سویدن و قسمت های دیگه اروپا. یک چیز بسیار خوب است و مثبت است و دیگه کدام مقامی را که ما گرفتیم خوش هستیم. به خاطر ما از کشور نروژ آمدیم اینجا همراه بازیکن، یگان بازیکنای ما از نروژ بود، یگان بازیکنای ما از خود سویدن بود. به خاطر که ما یک جای بازی نکردیم، به خاطر کمک بلد نیستیم همراه یکی دیگه ما چی رقم بازی کنیم، شاید به خاطر زی بوده باشه. اگرچه ما بسیار زیاد راضی هستیم که چی رقم بازی کردیم و افتخار میکنیم که کدام بازی کردیم و کدام مقام سوم که گرفتیم با ما یک چیز است که ما افتخار میکنیم. من خودت چندین تورنمنت دیگه هم دیده بودم. شما البته از نظر ما، از نظر کسایی که همین تورنمنت ها رو برگزار میکنن، جزء از بازیکنهای خاص همین تورنمنت ها هستن. تمرینات خودت چی رقم است؟ چند روز در هفته یا با چی شکله؟ ما تمرین میکنم در نروژ در یک تیم به حساب افغانستان ولایتی میشم. خب باز هم تو تمرین مسلسل نیست، بخاطر یکان مشکلات در اروپا خودتان میفهمین، مکتب است و درس است و کار است و استرس های زندگی زیاد میباشه، به خاطر نمیشه که همیش کسی بره تمرینات خود ادامه بده. خب باز هم کوشش میکنم که تمرین کنم هفته یک دفعه یا دمای دو دفعه یا سه دفعه یا دمای بعض وقت هفته دو دفعه میرم تمرین میکنم که تیم نروژ و دوستای دیگه هم که هست اونا هم بازی میکنن. خودتور پروفشنال نیستیم که یک تیم خاص داشته باشیم و یا در فدراسیون نروژ راجستر باشیم، اون رقم نیستیم. خب ما خود ما که تیمای نروژی بازی میکنیم، ترنینگ میکنیم. هم بازیکن باشی و هم مربی در عین زمان، به نظر من کار شاید دشوار باشه. چی رقمی اما هنگی میکنی امرای بازیکن هایی؟ والا مربی بودن بسیار زیاد مشکل است، به خاطر ازی که بچه ها هستن بعض وقت مثلا بگوی که کی استاد شد کی استاد نشد، بعضی از قار میشه، مثلا در کدام پوزیشن استاد شدن بعض وقت قار میشه. خب باز هم ما کوشش میکنیم که دوستانه باشیم و خوب است بچه ها از بچه ها مراضی هستم، گپای ما رو گوش میکنه. خب باز هم دیگه مشکل است که مربی هم انسان باشه و بازیکن هم باشه، یک استرس اضافه داشته باشه.